سزای این همه جنایت و گستاخیت مرگه. موشک های زمین به هوا و هوا به زمین به ترتیب شلیک میشه و عده از ترس خودشونو زیر لحام قایم کردن. گرد بیتد ای احمد نمک. آه نه من اشتباه گرفت. وای من اشتباه گرفت. چی شده خب؟ منم بی تقصیر هست اشتباه گرفت. ظاهراً علت اصلی جنگ و دعوا این بوده که این آقا بدون اخطار قبلی مقداری از اموال آقا رو تصرف کرده و اونطور که بوش میاد خیال پس دادن نداره که نداره. به گول پدرت بیاد ماره اینکی. حالا موقعش رسیده که حسابمو با عبدهن با تصویر باشه. ولی کیه این مرد متجاوز؟ کیه این جنگجوی مبارز؟ و کیه این مرد که هر کی بهش میرسه میگه آقا کجه؟ به نظر شما کجاش کجه؟ دستش کجه؟ چشاش کجه؟ هیچی. بابا یه نفر بگه چی چیش کجه؟ کچ کلا خان، کچ کلا خان، کچ کلا خان، کچ کلا خان، کلاش کجه؟ و اسمش هست؟ کچ کلا خان. رو به من کج نکن، کچ کلا خان یارمه، خوشگلم و خوشگلم، دلها گرفتارمه. چشما تو درویش بکن، کچ کلا خان یارشه، خوشگل مال منه، الله نگه دارشه. کچ کلا خان، فیلم جدید صابر رهبر که هر سال یک فیلم به دوستداران فیلم های ایرانی تقدیم می کند. مکنون اثر ارزنده او برای این سال. چی دارم می بینم؟ منه در این کچ کلا خان. بیک ایمانوردی و جمیله در کچ کلا خان. کچ کلا خان پیش از اینا شیرفروش جرگردی بود که آه در بساط نداشت. همش تو این فکر بود که چیکار کنه تا بهترین اتومبیلا رو سوار بشه. خوشگلترین خوشگلا رو تو بغلش فشار بده و سفری هم به دیار فرنگ بکنه. تو همین فکرا بود که عجیبه. کی نجیبه؟ دهه. شباهت این دو نفر به حدی بود که تشخیص کچکلاخان واقعی مشکل می داشت. حتی این خوشگله هم عملا امتحان کرد ولی چیزی دستگیرش نشد. تنها فرق این دو نفر این بود که این یکی رو همیشه خوشگلترین دخترها مشتمال می کردند و این یکی رو خشنترین و پیرهمترین مردها. ایست تکان بخوریم تیک پارتن کردم. هر کی خواست آقا رو بزنه کچ کلا خان زد، هر کی خواست آقا رو بگیره کچ کلا خان گرفت، و اون که خواست آقا رو ناز کنه کچ کلا خان رو ناز کرد. میخوام یه نونی تو دومانت بذارم که تا عمر داری دعاگویی من باشی. چی میگی بگم دوزدی؟ نه نه، ما تو شهر اسم این نوکارا رو میذاریم دستبرد. دوزدی کلمه کوچکیه. هزار هزار بردن دار و نداره ما رو کچ کلا خان. کچ کلا خان. کچ کلا خان مردیست غیر از مردهای دیگر و فیلمیست غیر از فیلمهای دیگر. داستانیست که در آن بیک ایمانوردی به همراه رضا بیک ایمانوردی توپانی از هیجان و خنده ایجاد می کند و در میان آن دو جمیله ستاره آشوبگر، شیطون و بنا به شدت هیجانات و شدت جنبش و تحرک وقایع می‌افزاید. دستو بذار زیر بغلم. بذارم زیر بغلی؟ اینجوری نه جاتی، اینجوری ما تو دهات هر جور دلمون می‌خواست می‌ذاشتیم، کسی هم ایراد نمی‌گرفت. کچ کلا خان شرکت میری در یک نقش کاملا استثنایی. دستا بالا نفس نکش. از حالا اختار میکنم بالا بردن دستای تو با خودت است، پایین آوردنش با من. ماروتیان، فرخ لقا هوشمند، سیامک اطلسی، آنجلینا، دنی ماکویی و سگش جیمی که همیشه در آخرین لحظات مشکلات رو حل میکنه. بیا گلو بود بگیر. دو نفر دزد زری دزدیدن، سر تقسیم به هم جنگیدن. آنده بودن چو گرم زد و خور. کچ کلا خان یک فیلم گرم و شیرین و پرمادرا و براستی خیلی خیلی متفاوت. Thank you.
منو بزنی. راستشه داریم بچه ها، آدمده های شکسته از زندگی بیشتر احساس نفرت میکنن. میخواستی بهش کلک بزنی ها؟ میخواستم بکشم کلک. بعد از این همه سال اون پولا حقم بود، میشد باهاش یه زندگی راحت جفت و جور کرد. بی خود نیست بهت میگن بهزاد هفت جون، چون اینه هو سگ هفت جون داری پسر. اگه لحظم بهشون برسه، تو تنهایی دستت به هیچ کس نمیرسه، اگرم برسه وضع از اینم بدتر میکنی. حق با تو کریم، حروم زده یکی مادر دومیشو نزایده. خب مطمئنم من اینجا نکشوندی که فقط درباره کریم حرف بزنیم و دنده های شکستت رو به رخم بکشیم. میخوام با تو کار کنم. کفتر جلد پرچینم که بشه برمیگرده. بهت گفته بودم برمیگردی. نگفته بودم؟ اما دیر برگشتی. سرکنه بجرم هنوزم دیر نشده. ما تا وقتی با هم کاری از پیشنهادم خوشت نمیاد فراموشش کن. من همچین حرفی نزدم، ولی از امروز هرچی من میگم همونه. اول باید پرونده کریم بس، البته با دستای خودت. تو بره کار اونا بیشتر بری. الو ولی، گوشی خدمتتون. کریم آقا تلفن. بله. مواظب خودتون باشین. بهمون خیانت شده. کاش یه سر به داغ حرومش می‌کردم. فوراً منو برسون فرودگاه بیاد. من تا حالا فهمیدن کار توی یه چند وقتی نباید دمپر بچه هاشون آفتابی بشین. اونا همشون به چیز کریم میپرن، بدون کریم این سگی میمونن که بهشون پوزبند زده باشه. شایدم تا حالا تو بازپرسی اسمی ازت آورده باشه. از من؟ آره، کریم حرومزاده تر از اونو که فکرشو میکنی. میخوام یه پیشنهادی بهت بکنم، یه مدتی استراحت کن. تو داری زیر قولت میزنی، قرار بود ما با هم کار کنیم. حالا نمی کنی. فقط جنسا رو تو رد نمی کنی.
به خرج من استراحت کن. موادم هرچی بخوای در اختیارت. من از بیکاری باد میارم، اینو خودت هم بهتر میدونی. بیکار نمیمونی، زندگی خرج داره، خصوصا تو که روزی کلی خرج دوا کشیدنته، نمیتونی بیکار بمونی. منظورت چی؟ بیفت تو جوانا، با استعدادترینشون رو پیدا کن. دختر و پسر فرقی نداره، کسی که بتونه کار تو رو انجام بده. بسازه، جین احمد خدا بیامرز که تو رو ساخت. ببینم چی کار میکنی. یادت باشه که این روزا از جنس ظریف بهتر میشه بهره برداری کرد. البته آیدیش در بس نصیب خودت میشه. بعدم که آبا از آسیاب افتاد، بازم دور دور خودت. صد و نوده دو تومن. بفرمی خانم. مرسی. نوبت شماست. بفرمی. یه ساعت. سلام. معلوم هست تو کجایی پسر؟ یه ساله که ندیدمت. خب مسافرت بودم، دیروز اومدم. نمیدونه چقدر دلم میخواست ببینم. منم همینطور. تو یه ساعت دیگه کارم تموم میشه، منتظرم میمونی؟ برای همین اومدم. تو نجیب و سر به راهی، تو مثل راه به پاکی، اما لوده عشقی تو که از تبار خاکی. تو مسافری به ظلمت، تو شبای سرد تاریک، واسه تو نمونده راهی توی نیم جاده باریک. تو نباید که بمونی تو قبار بی نشونی، تو کنیز زر خریدی آخرش تنها میمونی. شب تو سحر نداره، از تو این جاده گذشتی. دل تو زدی به دریا، تو باید بری از اینجا. اینجا جای موندنت نیست، برو تا طلوع فردا. دل من برات میسوزه، توی این عمر دروزه. زندگی سرد و سیاهه، دل تو چه بیگناهه. تو نباب یعنی که بمونی، تو قباب ببی نشونی، تو کنیز زر خریدی آخرش تنها میمونی. چی شده سوسن؟ نکنه خدای نکرده دست گلی به آب بده؟ چه دست گلی عمه جون؟ یه خوده حالم بده، گمونم سرده میکرده. اولا سرگیجه های بی موقع، بعدم استفراغ. ببینم تو مطمئنی که این چه حرفی عمه جون؟ یعنی من اینقدر بی دست و پا؟ خدا کنه نباشی. من که خیال میکنم یه اتفاقی برات افتاده. خب من میرم چیز دارم. ببینم کار اون پسر است که هر شب با موتور میارتت میرسونتت. فضولو بردن جهنم. پس با این حساب باید موقعش باشه. آره من فکر میکنم دیگه آماده باشه. باور کن خیلی زحمت کشتم. خیلی خوب، از فردا بندازش رو کار. ولی خیلی باید احتیاط کنیم، نباید از جیک رو بود که ما سر در بیاره. حالیمه بابا، اما تفرنگ خیلی ساده است.
احساسات بزرگترین دشمن بشره. سعی کن خودتو کنترل کنی و یادت نره دختره رو واسه چی میخوای. نه منظورم احساس نبود، گفتم دختر چش گوش بسته ایه، به دردمون میخوره. این شد یه حرفی، ولی قبلنم بیارش من یه چند دقیقه ببینمش و باهاش حرف بزنم. ببینینش؟ آره چطور مگه؟ هیچی، منظور بعدی که نداره، یعنی واسه شما زن و دخترم فراونه. من نه، تو هم منظور بین نیست که عاشقش شدی، درسته؟ اون که برد، همینجوری یه زری زدی. رو پیشونی داینده درخشانی میبینم، ببینم، امروز زدی؟ زور زدم با عزتو. بیا، اینم داشته باش. قربون دستتو، شما ما رو خیلی خجالت میدید. تو رو، همونی که دیگرون قبل از ما نوبر کردن. خجالت بکش. چرا خجالت بکشم؟ مگه اون بابا خجالت کشید؟ برو بیرون بله، جیغ میکشم. جیغ میکشی که دوست پسرت بیاد به کمکت؟ آره دوست پسری در کار نیست. پس اونی که هر شب میرسونده خواجه حرمسراست؟ اونی که یه کره تو شکمت کشته؟ کدوم کره؟ پاشا نکن دختر، هر نن قمر میتونه بفهمه تو چته. من رو کار تو سرپوش میذارم، تو فقط جنگولک بازی در نیار، باقیش با من. چشمم روشن، اون وقت به من میگی حالشو ندار. معذرت میخوام عزیزم، بابا جوونه دیگه، نتونستم در مقابل اصرارش مقاومت کنم. طفلکی حواس مرد کرده بود. خفه شو دختره یه هرزه، منو بگو که مرد تو هستینم پرورش میدادم. یالا گروه تو گم کن، برو بیرون. شما اشتباه میکنین هم میچون، من به خدا خفه شو رستی هرومزاده. دیگه کارت به جایی کشیده که میخوای شیار من از دستم در بیاری؟ یالا بزن به چاک. برو تو فاحشه خونه، برو بغل همون پافیوزی که تخم حروم تو زمینت کاشته. ولی عمه جون. به من نگو عمه، کرم کسی تا قیمه قیمت نکردم از این خونه برو بیرون. تو هم بیار و گم شو، نمیخواد دلت برای روسپیا بسوزه. چشم عزیزم، حق با توه، به اینا اگه رو بدی که دیگه هیچی. بیا بریم عزیزم، من یه موی تو رو به صد تای اینا نمیدم. برو تو اون اتاق خودتو لوس نکن، زود باش جلو پلاستو جمع کن و گورتو گم کن. هری کار میکنی؟ این موضوع چیه؟ اومدم پیشت بمونم. پیش من؟ خب چی از این بهتر، ولی عمم از خونش بیرونم کرد، دیگه جایی رو ندارم برم. واسه چی؟ دم در که نمیشه همه چیز توضیح داد. آره راست بگیر، بریم تو. فکر نمی تلیقت اینقدر خوب باشه، نامزد خوشگلی داری؟ بفرمین بفرمین، بشین عزیزم. خب خب تعریف کن ببینم. سوسن اومده که واسه همیشه پیش من بمونه. کار خوبی کرده، حتما تو یه اداره یا شرکتی هم کار میکنه، البته به عنوان کمک خرج برای دوتا جوون بد نیست. متاسفانه سوسن دیگه سر کار نمیره. نمیره؟ چرا؟ میدونین اون کار زیاد دوست نداشه، یعنی چجوری بگم، از اون کار خسته شده. این که ماتمی نداره، خوشبختانه اینجا سفره‌ای پهنه و روزی هم فراهم، میتونه با خودمون کار بکنه.
حقوق خوبی هم براش در نظر میگیری. من علاوه بر صندوق داری ماشین نویسی هم بلدم. ماشین نویسی و صندوق داری کار خوبیه، ولی میخوام بهت مژده بدم کار ما خیلی ساده تر از ایناست. مثلا چی هست؟ تو چطور نامزدی هستی که هنوز شغلتو به همسر آیندت نگفتی؟ ما در اینجا کارهای خدماتی انجام میدیم، یعنی در حقیقت نقش یک رابط رو بازی میکنیم. رابط؟ بله، حتما تا حالا اسم ویزیتور به گوشتون خورده؟ بله، بله. ما هم اینجا کار ویزیتور رو انجام میدیم، یعنی چطوری بگم، ما جنس رو از تولید کننده مستقیم به مصرف کننده میرسونیم. این کار هم ثواب داره، هم پول خوبی گیرمون میاد. در ضمن مصرف کننده هم پول کمتری میپردازه. در حقیقت یه کار خدماتی و عامل منفعه انجام میدیم. خیلی خوبه. کار ما در عین داشتن درآمد خوب خیلی هم ساده است. منتها باید سعی کنی زیاد با مشتری ها اخ نشی، البته به نفع خودتونه، چون ممکنه از سادگیت سوء استفاده کنن و به فرمول کار ما آگاه بشن و از این راه دست زیاد بشه. ملتفت هستین که چی میگم؟ بله کاملا. کار کنم همونطور که گفتم، باید کار ویزیتور رو انجام بدی. رفتنت رفتن باده به دیار سرسپردن، به یه جای بینشونه رفتن و تنهایی موندن. تو یه ببر یه نجیبی، هم نشین گرگ پیری، تو گله تازه شکفته که تو دست باد سیری. تو دلت شوق نجیب موندنه، تو سرت هوای سرد رفتنه، تو چشات عشق لطیف دیدنه، آرزوت یه حرف خوب شنیدنه. لحظه های امتظام تفش دل بابا پسی، وقت خوب رفتنه واسه مرگ بی کسی. تو نظر که گم بشی توی گردابه به گناه، نمیگیر دست تو دست خسته یه کسی. پشت این درهای بسته یه سکون، دست تو خسته ترین خسته هاست. تو مسافری تو این شهر غریب، مقصدت همیشه پشت لحظه هاست. تو دلت شوق نجیب موندنه، تو سرت هوای سرد رفتنه، تو چشات عشق لطیف دیدنه، آرزوت یه حرف خوب شنیدنه. تو دلت شوق نجیب موندنه، تو سرت هوای سرد رفتنه، تو چشات عشق لطیف دیدنه، آرزوت یه حرف خوب شنیدنه. سلام. سلام خوشگله. خب خونه داریم که بلده. بله به نظرم خوب موقعی اومدم، مثل این که بهزادم خونه. چطور میگه؟ میدونی بهزاد پسر کم رویه، گفتم شاید تو زندگی کم و کسری داشته باشه و روش نشه چیزی به من بگه، آخه دوست خوشگل داشتن خرج داره. من از این وضع راضیم. همیشه انگور رسیده نصیب شغال میشه. این حرفا چی آقا جلال؟ گوش کن، من از تو خوشم اومده، از همون روزی که دیدمه تصمیم گرفتم مال من بشی. چی داری میگی؟ بیا تو بالا. منش کن. نفهمیدم. میه بیرون کاری ترا.
تو چه غلطی کردی بوزینو؟ نوکرتم، غلامتم. اگه غلط زیادی کردم معذرت میخوام. خواستم جلو دختره قپی بیام. دیگه دفعه آخرت باشه زر بزنی ها. چش، اینی هم که زدن زر زیادی بود. فقط جون مادرت، آبروی ما رو جلو دختره بخن. اینجوری واسه ما بهتره. ما هم که میپریم به جیز شما. خیلی خوب. شب یا سری بیا خونه کارت. نو چشم، غلامتم آقا جلال. به خدا خیلی آقای کوچیکتم، فداییتم. به مرگ مام هرچی از اون بدتر نبود به هرچی نبدترش حواله دادم. میخواستم بزنمش، دستمو ماچ کرد، افتاد رو پاهام. گفت از دستش در رفته، میخواسته نجابتتو امتحان کنه. حالا مرگ بهزاد به دل نگیر، یه نیمچه لبخندی بزن که ما شارژ بشیم. من دیگه به خونه نمیمونم. چرا؟ برای اینکه همه منو به چشم یه زن خراب نگاه میکنن. غلط میکنم. من تو رو دوست دارم. اگه راست میگی عقدم کن. چی؟ عقدم کن. مگه نمیگی دوستم داری؟ مگه تو پدر بچم نیستی؟ مگه تو نمیگفتی زن ایدئالتم؟ خب چرا؟ پس یا همین امروز عقدم میکنی یا برای همیشه از اینجا میرم. من یه دقیقه بی تو نمیتونم زندگی کنم. به مرگ مادرم راست میگه. الهی که قربونت برم. پس از امروز زن و شوهر میشی، زن و شوهر رسمی. اگه کسی هم بخواد نگاه چپ بهت بکنه چشاشو در میارم میندازم چرا کلاغا. الهی فدات میشه. که اینطور؟ خب مبارک باشه، انشالله که به پای هم پیر شین. غلامتم آقا جلال. ما همیشه زیر سایه شما هستیم. نکنه حالا که زنت شده اسرارمونو بهش بگی، به ضرر خودت تموم میشه ها. خیالتون تخت باشه، مرد کنار دستشه پیش زن رو بکنه که باریکلا. خب عروس خانم کجاست؟ فرستادمش پیش سلمون. آقا تا من که دادی به سلیمون؟ من به سلیمون اشانتیون یه نوع پودر رخشویی دادم. پودر به چه درد تو میخوری؟ به خدا من مأمور نیستم که لوت بدم. چرا داری پنهون میکنی؟ فقط یه ذره جون بچت، مرگ شوهرت. گرد میخوام لام از سم الوهی. مگه از تو چی کم میشه؟ اون همشو دادی به سلیمون، یه سانتشم بده به من. تو قرآن بده، خواهش میکنم. تو خدا، خواهش میکنم، تو خدا. چرا من اینقدر دیر فهمیدم؟ چرا زودتر متوجه نشدم که دارم چی تو جوانا پخش میکنم؟ بده،
سلطان جون، بچه هم نوار بچه هم نوار یه اینجا بلان شیم ببینم الو الو اداره پلیس برای بچه خیلی سر حالیم یالا بریم برقصیم موزیک چرا بایی سدیم بریم برقصیم برقصیم هیچ کس از دست تو نکنه بالاخره به دام افتادی همه شونو بازداشت کنی برن آره دیدم با چشمای خودم دیدم آدمای معتادو دیدم تو هم عین اونا شدی خفا خون بگیر سری تو که عرقه تو هم معتادی آره معتادی بسه دیگه الان تمام در همسایه رو میکشونی اینجا چرا پای منو به اون کار باز کردی نه مسلمون کاریه که شده خب هر کسی تو این دنیای بلنگ و واز یه جوری نون میخوره دیگه با نابود کردن جوانای مردم عشقی به زور کسی رو وادار نمی کنه تو خودت هم یه دفعه کشیدی و دیگه نکشیدی برای اینکه خوشت نیومد کسی هم مجبورت نکرد که بکشی تو قول داده بودی نکشی ترک کنی اما این کارو که نکردی هیچ منم بدبخت کردی تو خیال میکنی راستی دلم میخواست با تو به این کار بکشونم به بلای علی که دلم رضایت نمیداد پس چرا این کارو کردی؟ احتیاج بی پیره که آدمو به دعیوسی با میداره من دیگه نیستم اگه تو هم نکشه کنار خودم دوت میدم شاید تو زندون بتونی ترک کنی یا آدم بشی خفشو تو هم الان جرمت کمتر از من نیست اگه اعدامم بکنن لوتون میدم تو حالا یه سری به اون پارتیای خراب شده که محصولات دست شما ها اونجا میرولن زدی؟ به وضعشون خیره شدی؟ جون کندنشون رو با چشمای خود دیدی؟ حرف بزن دیدی؟ ولی من دید با چشمای خودم دیدم حتما فکرشم نمی کردم یه روزی کار به اینجا بکشم بیا دست از این کارا بردار من حاضرم با نون خالیم باهات زندگی کنم آخه تو بابای بچه رو من اگه یه مرد گشنه باشی بهتر از یه پوفیوز میلیونری همیشه آرزون بود دوتا لب از هم باز بشو بگه بابا اما آره که بهش رسیه تو چیزی رو از دست نمیدی کافی گوشی تلفن رو برداری و به پلیس زنگ بزنی اونا خودشون ترکت میدن تصمیم بگیر بزار به خاطر من به خاطر بچه‌مو بله الو اداره پلیس ببخشید شما من سروان خیرخواه بفرمایید بله بله خیلی متشکرم همین الان اقدام میکنم سلام آقا جلال حدستون درست بود طرف فیلش یاد هندستون کرده من مطمئنم که بچه‌م اون پسره خیلی تو دلم وول میخوره اون وقت عمم میگفت پسر خیلی شیطون تر از دختره ببینم اگه پسر بود اسمشو چی میذاری؟ اسمشو میذاریم بهروز به خودم میخوره باید مثل بچگی های خودم شیطون زبل باشه اگه دختر بود چی؟ اما هرچی دلت خواست اسمشو بذار رهنا قشنگه مگه نه؟ ما خوشبخت میشیم بچه‌مون با آبرو بزرگ میشه هر شب یه صبحی به دنبال داره حتی شب یلدا ببینم تو فکر میکنی تا حالا جلال دارو دستشو گرفتن؟ باید گرفته باشنشو من آدرس دقیق خونشو به اداره پلیس دارم یعنی کیه؟
نمیدونم، بلند شو برو ببین کیه. شما؟ سلام، خیلی خوشحالم. این پس قطعت منو میذاری ناس ناس قطعشا بینم. رئیس دختره فرار کرد، بریم بگیرینش بله کار دستمون میده. زود باشین، کاری نداشته باشین. قطعشا من خیانت میکنی ها؟ جهنم از دست جهاد میشم و ضعیب به من میرسه. ولی اگه اون طورش بشه دیگه ضعیب و حد حرف نمیزنه، زهر ما را بیفته که از بدم بیم یشی دو مرگای پیش شدم. کجا در میریش؟ اینا کیا؟ نمیدونم که برای سراغ کسا آقا، من بقیه رو خدا خریفم. آی آمد شده تو آقای طولانی چه خبره؟ آقای دایه بریم سویاغو بابا یا بایی بایی هشی چی شده؟ چیته؟ بیزر لبا بغچه آبش بده باید سرشو بریم یه خویدنگی بزن برو باریکالله زنده باد. ببینم اون زن کیه؟ با تو چی مربوطه؟ نفهمیدم. حالا دیگه به ما چه مربوطه؟ بله. اگه من نبودم که اونا خایده بودنه. حالا بهتره بیام از زهید جانم بپایسم. آرام. اولا زری جان نیست و زری خانومه. دوما سنیم برو کنار وایسم. میخوام خودم برم ببینم چه خبره اونجا. برو کنار. اینو خانفره به دیوار سندسه جاده رو گیرم. خیلی درد داری؟ فکر میکنم درد زایمانه. کسی رو داری خبرش کنم؟ نه، من هیچ کس رو ندارم، فقط شوهرمه که نمیدونم الان چه بلایی به سرش اومده. همینطور بایستدی من رو نگاه میکنیم، بری که امبولانس خبر کنیم. بجم چش قربان تو هم میرم. آیه دربان باشی؟ بله. بسر جم بپر یه دن امبولانس چاق چله رو بغل کن، زود بیار. برو بینم چی میکنی. هفت پای زاو دی میونه، ولی یه دیبونی نشونت میدادم. خب برای دربان ایدی عزیز، تو چرا بدت میاد قربان؟ خب بفرما رئیس بنده. برای زنه که زهید های درازه این برو دیگه. عجیب آقام تری را میخورم اتا. ببخشید قربان، شوخی نکردم، دراز نیست این بچه. بیا برو دیگه، برای آسمان خراش جهنمی. آخه زور منم به این نمیرسه، روز بروز درازتر میشه. توی خیابان برای به خودم میخوره، به هلیکوپتر به جان خودم. الان میاد قربان، گفتم بیاد میاد جان. Thank you.
چی شد؟ رفت توی بخش تزریقا. خب سه چهار نفر کمکش کردن ازشون دست ما بهش برس. بی ارزه ها، ما بی تقصیریم رئیس. خیلی خوب، بگردیم ببینین جنسا رو کجا گذاشته، یه مقدارم به اونا اضافه کنین تا من به پلیس خبر بدم. با این کار تا آخر عمرش تو زندون آب خنک میخوره. این سزا یه آدم خیانتکاره. یالا به جنبی ببینم چی کار میکنین. خدایا تو همین زاوار زودتر راحت کن، مالمارم راحت کن، بده بره پیک کاره. چه خبرته؟ جلوی پا تو نگاه کن، منو به این گندگی نمیبینی؟ منم از صد و پنجاه میتر آسمانی نگاه میکنم تو رو نمیبینم، تو میگی جلو پا نگاه کن. من از یاد نکام، ولی هم چه میذارم تو؟ هایی راغان اخ جون قربونت برم الهی. قربان اون امه خودت برو، حالا دیگه نفهمیدم با نامزد من قربان صدقه میری چغل بادم الان حساب تو رو میرسم. آی کجا؟ اول برادری تو ثابت کن، بعد ادعای ایسو میراد بکن. چشم قربان، چشم، چشم. اون نامزد منه. او اینو نگاه کن چه جلو افتاد. چی میگی تو پسر؟ از قدیم و ندیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز کند، همقد با همقد پرواز. زری جان من پرستاره، بنده هم رئیس و اونم با هم دیگرم جور در میایم تا کور شود هرون که نتواند دید. بله جنابالی دربانی برو پیکار تو، اونم نظافت چی؟ چی میگی تو دیگه؟ تو با مادر اون روسی بکن، اونم با مادر تو با ما چی کار داری؟ بریم به کارتم ببینم. خفشو برای اینکه این ماجرا خاتمه پیدا کنه بهتره از خود زری جان بپرسیم. زری جان نه، زری خانوم. چشم چشم، زری خانوم، زری خانوم. خوب شد. چشم ببینم زری جون، شما از بین ما سه نفر کدوم یکی را به شوهری قبول میکنی؟ بگو منو، به من بدبخت کمک کن. الان نمیتونم جواب بدم، باید فکر کنم. فکر نداری دی قربان تو، برم همین الان بگو کساغری میخوای کلک بکن دی قربان. از بنده آقاتر، خوشتیبتر، خوشهیکلتر کجا میتوانی پیدا بکنی؟ ماهی 250 تومن حقوق دارم، تا آخر عمر نخوریم بس منه. آبتر شایدی آخش غفرده و پس برده دی هوای شمال باره. چرا نداره تست دوغتون؟ ندیدیم بگه های سوم درشت منفجر شدن؟ رفت بخوردش، بخوردش. کی منفجر شد؟ کی؟ خودم قربان خوی، خودم منفجر شدم. یعنی خودم از دستتون نمیتونم خودم منفجر بکنم؟ برای عجب گرفتاری من شدم. یه دفعه دیگه، یه دفعه دیگه دهی وعی به من بگی خودت میدونی. چشم قربان، چشم، چشم. فعلا که زور من به تو نمیرسد، ولی اگه زور من به تو رسیدم من تو را به فلک میرسانم. فهمیدی های درازه طولانی؟ ترسوی بدبخته. پیش کن ببینم ترسون پدرت به من میگی ها؟ ای پسر من اگه به اون نتوانم حرف بزنم، زور من به تو که میرسد همچی میزنم تو سر مثل بوزغاله برخصی. فهمیدی؟ دست بینداز مردی شیر تو رو ببره جوان مرده. اسکری بیا بخورش. او منو بخوره؟ پس من تو رو بخورم. مجده بدین بچهش پسره. خدا رو چشم رو مرده به شش یه کلو زری جن بارزو من رسیدم. یکی دیگه زهیده تو زری جون رو ماش برای بکنه. من فرقی نمی کنه، هر کس بزد من زری جنم ماش میکنم. جان ولی تا وقتی تکلیف عروسی معلوم نشده تو نمیتونی اونا ماش کنه. درسته. چشم از این بابت از مادر عروس اجازه میگیرم. بله بابا سر به سر من نیزه بزه به کار من برسه. می دعوه کوچیکه من قتل تو بمیری تو رو میکوشم. این دارین با این خانم حرف بزنم یا نه؟ آخه طولانی دراز نمیذاره. میتونم زاو رو ببینم؟ فعلا که تو اتاق زایمانه، وقت عیادت هم داره تموم میشه، بهتره بریم فردا بیان. یاس میگه بیتایه به این فایدا بیای. ببخشین شماها با زاو چه نسبتی دارید؟ خواهرمونه. یعنی شما سه تا برادرید؟ بله. پس مژدگانی منو ببین. والا بهتره گی از اون آقا داداش بزرگتر ما بگیری. راست میگه، زود باش فسقلی مژدگانی خانم بده. یالا ولی معطل نکن. باشه ولی دنگتونو باید بدین ها. میدین بابا میدین. بفرمایین خانم. همش دو تومن گدایی کردی. هیکل به این بزرگی، مژدگانی به این کوچیکی. نگاه به هیکلش نکن خانم، هیکلش دراز اما بخار نداره. من جلوی اون زبونت آمیان خورا. خوب حواستو جمع کن ببین چی میگم. باید بری ملاقات بهزاد، یه جوری باش حرف بزنی که خیال کنه سوسن لش داده اون افتاده تو زندون. از این کار چه نتیجه ای میگیری؟ به تو مربوط نیست، هر کاری میگم بکن. آخه چرا؟ اون دختر بدبخت چه گناهی کرده که میخوای تمام کاسه کوزه ها رو سر اون بشکنی؟ گفتم فضولی موقوف، نمیخواد دلت برای اون زنی که بسوزه. میدونی اگه یه خورده حواسم جمع نبود الان چه سرنوشتی داشتم؟ من جای بهزاد تو اون هلافتونی بودم. از اون گذشته من به این سادگی دست از سر اونا ور نمیدارم. یالا بچون ببینم چی کار میکنی.
خاصه همینجا؟ بله. کله رو با پا دیوار مردم رو خراب نکنیم. سلام. 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 خوش اومدی. قربان شما برم. قربان شما. تو حرف نزن گندشی در میاری. با اجازه شما قابل شما را اصلا نداره. خیلی زحمتتون نبودم. اختیار داری قربان. برگ سبزی است تحفه درویش. درویش نبود درویشان. دنگی خریدیم. همه چی رو به اسم خودت تمام نکن. خیلی خوب دیگه. این آی گده هم یه قرن داده. بله. بله با خدا چی بکنی؟ بگو منم دادم. درست؟ بله، آقای طولانی هم چرپ گردن بیسب شده رو تو شکستی باره ولش کنده. بگو که منم دادم. خیلی خوب بابا، چشم. این آقای فسقلی هم یه دو سه قرنه که داده گردن باره شکستی. ببینم، چرا به ایشون میگین فسقلی؟ برای اینکه با کچل میگن زلفلی. چه غلطی کردی؟ بابا من از دستی این مرده که اوراق شدم، تو هم که همش گردن یا کله منو میگیری یا گردن این بیسب شده رو شکستی باره. دیگه سعی به سعی من نزایی. چشم بابا. ببینم بالاخره نمیخوای خودتونو معرفی کنی؟ تعریف ندارم، تصمیم دارم همه روزا بیرونش کنم جون شما. چی غلط کردی چشمات در بیارم بزیریش؟ شوخی کردم به جون تو. بله شوخی کرده. به جان شما آمپول زنی هستم، برک آمپول بزنم امکان نداره چولاغ نشد. بله خدا. اسم منم رشید، سرور این دو نفرم. چی گفتی نیم وجبه؟ تو درو گفتم من نظافه و وچی هم نظافه. بله باقلم که دیگه دویوغ نکی. حالا حیفه تو بزن. زری خانم که مسئول پانسمانه قراره که زنانه یه بنده باشه. اون نفه میدم آی بزرگیش کارتو به جای رسیدگی از روی من حرف میزنی نامرد. قراره زنانه یه قشم باشه. بله مال من. حسای من چی؟ بابا قراره زنانه یه عرصمون باشه. حالا که معرفی شدین ممکنه چند دقیقه تشریف ببرین بیرون تا ما هم با هم دیگه حرف بزنیم؟ این چه حرفیه که ما نباید بفهمیم؟ خب معلوم حرفای زنانه است دیگه. خره بریم بیرون. پس بیتای ما بریم. پس کساها چی میشه؟ اون بمونه عیبی نداره، ما باید بریم. بریم برین جان. اینا وقتی میبینم من نامزدی اینا حسودی میکنن. برین جان. جوان مرده کجاش خنده داره؟ من چیز خنده داری نگفتم. نفهمیدی اون چی بارت کرد؟ بار من؟ تو بمیری الان میرم میزنم توی سرش مثل بوزغاله برخصد خیال. چی منو ماچ میکنی؟ برای این ماچ کردم زورم زیاد باشه بزنم توی گوشش که بخافت. آها آهای فیش خیلی رشی تو جوان مرده باش. سرای خوبی هستن ولی چون کاسه آقا مرا دوست داره دست خیلی بله تعجب کردی از جلال برات پیغام آوردم. این پافیوز اینجا من راحت نمیذاره. آخه چی از جون من میخوا؟ اون گفت بهت بگم که تمام این ماجراها زیر سر سوسنه. اون به پلیس خبر داد که حالا تو اینجایی. دروغ میگه، سوسن محال این کارو بکنه. منم میدونم، شانس آوردی که منو فرستاد اینجا و الا یه کاری میکردم که تو به اون زن بیچاره مظنون بشی. همه کلک‌ها زیر سر خود بی همه چیزش تعریف میکرد که جای جنسا رو پیدا کرده و بعدم یه مقدار بهش اضافه کرده و به پلیس خبر داده. ببینم تو کدوم طرفی هستی؟ چطور یه دفعه رنگ عوض کردی؟ برای اینکه منم آلوده کرد. حس میکنم داره یواش یواش ازم سیر میشه. همین روزاست که با یه تیپا بیندازتم بیرون. نمیتونم حرفاتو باور کنم. نکنه کلکی تو کارته. دیگه چه کلکی؟ تو سالهای سال باید اینجا بمونی. من فقط اومدم بهت بگم هر کی راجع به سوسن باهات حرف زد، هر کی برات خبر آورد، همش دروغه. همشون از طرف اون نامرده. خیلی ازت ممنونم که روشنم کردی. انشالله یه روزی بتونم تلافی کنم. هرچند که ممکنه دیگه رنگ بیرون نبینم. خدا رو چی دیدی؟ شایدم بعد از یه چند وقتی بهت ارفاق کردن و آزادت کردن. اگه اومدم بیرون که میدونم چه معاملهی باش بکنم. تلافی تمام این بدبختی ها رو سرش در میارم. کاری میکنم که دیگه رنگ آفتاب رو نبینه. خودتو ناراحت نکن، یکی اون بالا هست که تواصی همه رو از اون دیف سیرت میگیره. ببینم تو از سوسن خبر نداری؟ نه، معلوم نیست از ترس اون از خدا بی خبر تو کدوم سوراخی قایم شده. در هر حال اگه بهش برخورد کردی بگو که من اینجا. باشه دیگه کاری نداری؟ نه.
ببینم از نظر مواد چی کار میکنی؟ ناراحت نیستی؟ مگه میشه ناراحت نباشم؟ قیافمو ببین، ولی دارم طاقت میارم، تصمیم گرفتم ترک کنم. اینجا خیلی به هم میرسم، دکترم گفت سختیش فقط یه مدت کمیه. ایشالله موفق باشی. خدا کنه تمام جوانای این مملکت از شر این گرد لعنت. خدا حافظ. خدا حافظ. قربونتون. سوسن خانم، قدم نورسیده مبارک، اجازه میدین کمکتون کنم؟ تو هنوز داری ول میگردی؟ ما چه بچه نیستیم مدرک دست کسی بدیم. تو فقط بهزادو به کشتن بود. آره؟ باور نمی کنم. میخواسته از دست پلیس فرار کنه، با تیر زدنش. پس دکیت من و بچهش چی میشه؟ من که نمردم، خودم جای خالیشو پر میکنم. برو گم شو کسافت. واسه کارت دارم، سب کن. رفتنت رفتن باده، به دیار سر سپردن، به یه جای بینشونه، رفتن و تنهایی موندن. توی ببر یه نجیب، هم نشین گرگ پیری، تو گله تازه شکفته که تو دست باد سیری. تو دل شوق نجیب موندنه، تو سر هوای سر برفتنه، تو چشم عشق لطیف دیدنه، آرزو تی هر خود شنیده. آفرین. ترسم چی کار کنم؟ همه که مثل تو کل شق و خودخواه نیستم. با همین دل و جرأتت میخوای زن من بشی؟ نفهمیدم، تو داری از من تقاضای ازدواج میکنی؟ آره. اینو جدی میگی؟ آره، من تو با مادرم صحبتامم کردم. خب نظر اون چی؟ اون یکی از بهترین مادر شوهرای دنیاست. تو منو غافلگیر کردی. بهتری بریم خونمون و با عموجونم صحبت کنیم. من با عموت صحبت کنم یا تو؟ خودت. اون آدم روشن فکریه، از اینکه بیای باهاش حرف بزنی اصلا ناراحت نمیشه. تو فکر میکنی اون با ازدواجمون موافقت کنه؟ چرا نکنه؟ آخه با اون همه ثروت، با اون همه جاه و جلال، راستش کمی تایی دلم شور میزنه. یه جوری باید راضیش کنی، تو که زبونت خوبه. فقط یادت باشه حرفی که عمو میزنه همونه. چشم. نباید رو حرفش حرف بزنی. من مخلص عموتم هستم. پس را بیفت بریم. برو بریم. یا بخور. من مشروب نمیخورم. یعنی تا حالا نخوردی؟ چرا، یکی دو مرتبه، ولی چون مادرم ناراحت شد دیگه نخوردم. به نظرم مادرت بیشتر روی تو نفوذ داره تا پدرت. ولی من پدر ندارم. خدا رحمتش کنه. چند وقت فوت کردی؟ قبل از اینکه به دنیا بیام. مادرم هم واسه من پدر بود هم مادر. اون خیلی زحمت کشیده، با سختی و مشقت منو بزرگ کرده. بارکالله، عجب شیرزنی، باید بهش تبریک بگم. هر وقت عیزه بدیم میارمش خدمتتون. دست شادی خسته شو، بگیر بخور تا قرارشو بذاری. سلامتی شما. نوش جونت. شما خیلی به من محبت داری. وقتی آدم از دامادش خوشش بیاد همه کار براش میکنه. فعلا بیا جلوی بس بزن ببینم. بیا. بله من خیلی ممنون، تا حالا از این کارو نکردم.
اگه بد بود که من نمی کشیدم. من تمام ثروتم رو از این دارم. بیا جلو، بیا. برو دیگه. فوت کن. اوه، اون اولین دفعته، امروز بست. بلند شو برو به مادرت خبر بده که فردا منتظرشم. خیلی ممنون. نمیدونم چجوری تشکر کنم. فردا بعد از اون خدمت میرسم. خدافز. خدافز شما. صدا. خوب بود عزیزم. یعنی ببخشید همو جون. من اگه دو تا دیگه مثل تو داشتم وضعم بهتر از اینا بود. تو احتیاج به کسی نداری. خودم هر کاری بخوای برات میکنم. میدونی که چقدر دوست دارم. آره میدونم. دوستش داره برش نگی میزنه میره تا بگی دوستش داری برش نگو میزنه میره تا بگی بگرده بگرده کلاشو ببینم بالا ماشین مرکز دارن کردی مرکز دارن کردی مرکز دارن کردی یواش سبون سخف مرکز رو خراب کردی برای یه جل سقیل بیارنی مردگر رو بکشیم بیرون حرف دهانتا بفهم بزن سمسکنیم جنازه رو را اندخته بنام آجا بزو بینم بپا 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 بابا اینجوری نمیشه یکی بیاد کمک بکنه سلام بیا معرفیت کنم موازه باش موازه باش مادر این شادی سلام دخترم آخه اینم خانم زری سلام چه سلیقه خوبی داری اینم دایی‌ام سلام کاسه آقا رشید خوشبخت و اینم فسقلی چرا به ایشون میگن فسقلی؟ اسمش فریدونه اینا بهش میگن فسقلی بفرمایین تو من جلو میرم به عموجونم خبر بده سلامت بفرمایین بیم ده برای شب بیا نگه بیا خانه 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 گوشنگی مردی فری دست کشین بیا فری دست بلند بیا تو 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 یعنی طرف با این جاه و جلال برادرزادش به بهروز میده بله میده خدایا باید از خدا بخواد بهروز لب تای کنه صد تا دختر دوگه ویشو میگیرن این جواده آخه بچه حلال زاده به داییش میه داییهاش داییهاش خیلی خب دعوا نکنیم بفرمایین بشینیم آمدن آمدن بفرمایین سلام خانم رسیدم بخیر بیا بریم ما با این خانواده وصلت نمی کنیم چی داری میگه مادر؟ سوال نکن بیا بریم اینا تیکه ما نیستن حتما یه چیزی میدونه که میگه دیگه چی شد؟ کاسه من این یایویو یه جایی دیدم حتما اون شب زیاد خورده بودی رودل کردی داشتی هزیان میگفتی اونه توی خواب دیدی خفه شد دیگه زبان من گاز گرفتم بیسه بسن تو چی حساب خورده با من داری برای با درک اسفل که مرده کرد توی خواب دیدی یا ندیدی من ناقه عجب بدبخت خیلی خواب با دعوا نکنه را بیفتیم بریم بریم بنگ 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 تو هی با من میخوری آخه عجب گرفتاری شده مرا ما تعریزی هر طرف من میرم کله ما میخوری بی بابا چی شده مادر؟ اون اسمش جلاله از اون بی پدر مادرهای روزگاره اون به این سادگی برادرزادشو به تو نمیده حتما برات خواب ما بدیده بیا بری تو اون از کجا میشناسی؟ جریانش مفصله فقط بدون که اون باعث شد زندگی من متلاشی بشه من شادی رو دوست دارم اگه باش ازدواج نکنم یه دقیقه راحت نیستم در این صورت باید یکی از ما دو انتخاب کنی چی داری میگی مادر؟ شادی دختر خوبیه اگه تو با عموش خورده حسابی داری که نباس ما رو فدا کنی چه خورده حسابی؟ فقط گفتم جلال محال برادرزادشو به این سادگی به تو بده حتما برای چاله ای کنده تو بی خود به اون بد بینی آقا جلال غیر محبت و احترام کاری در حق ما نکرد میدونی در گذشتم برای پیشرفت نقشش همیشه این کارو میکرد اون مثل مار میمونه با همه خوشخط و خالیش خطرناکه گوش کن بهروز بیا با از این دختر صرف نظر کن من دیگه نمیخوام تورم از دست بدم
به خاطر مادرت این کارو بود. بهروز تو داری میری؟ نه شما بری، من بعدم میام. بیا بریم، بیا بیا بریم خاخور جان، اینا برای ما مال بشو نیستم، بریم دنبال کار زندگی ما. یلا یلا همگی سواشی سواری باشه، دویی سوای بشم. تو رو باید بسبندی بکنن، اینجوری که جان نمیگیری که. خیلی خوب، فال دست بلند بخون ببینم. خاله را از هواکش بده بیرون. جام خالی از شیاد شکستنی مثل هوا. بیا بریم امو جون منتظره. لابد تعجب کردی که من و مادرت هم دیگر رو میشناسیم. من احساسات تو رو درک میکنم، واقعا دردناکه که یه جوان به سن و سال تو بفهمه که پدری در کار نبوده. منظورتون چیه؟ نمیخواد خودتو ناراحت کنی، خیلی بچه ها هستن که ثمره یه عشق گناهآلودن. معمولا بعضی دخترها نمیتونن خودشونو کنترل کنن، نمیتونن جلوی هوا و هوس خودشونو بگیرن. نتیجه چی میشه؟ به وجود اومدن یه موجود بیگناه که باید تا آخر عمر سرشو جلوی مردم پایین نگه داره. نمیدونم، حرفای عمود یه لحظه تو گوشم بیرون نمیره، دارم کلافه میشم، نمیدونم چی کار کنم. اینطور که من شنیدم مادرت اول نامزد عموی من بوده، ولی اون بابا یه دفعه پیداش میشه و مادرت از چنگ عموی من در میاره، و تا عمو بیاد به خودش بجنبه مادرت حامله میشه و اون بابا میذاره و میره. نمیدونم چرا باورم نمیشه که این حرفا حقیقت داره. والا منم شنیدم. نفهمیدم از کی داره حروم زده ها دنبال دخترهای مردی میفتن. چه بری؟ پسری که معلوم نی باباش کیه، کجا اومده، حق نداره با دخترهای مردی بله. بیام را بیفته. نخه غیرت میرت هم یاخته. آدم حروم زده که غیرت نره، از غیرت داشت میره جلوی مادره. بابا بیدش کنیم. بابا بیدش کنیم. نفر به یه نفر عجب نومد های یا نا آقا جون بلش کن نوکره کم من حالا نشه بگم ما چه تا چند نفر هیچ بینم زخمی شدی؟ چیزی نیست، جزئیه. خیلی ممنون که بهم کمک کردی. کاری نکردم پسر جون، وظیفه‌ام بود. بهتره ببریم سرشو پانسمان کنه. اتفاقا مادر من توی بخش تحقیقات کار میکنه، بهتره ببریمش اونجا. یا علی. آقا جلال. چیه پسر؟ چرا اینقدر هراسونی؟
بهزاد از زندان آزاد شده، همین چند دقیقه پیش دیدم. چی؟ ممکنه بیاد سراغ من؟ باید یه فکری براش بکنم. سلام. الیک سلام، فرمایشی دایی؟ بله، آمپول دارم. همین الان یشید؟ یشید؟ چیه بابا رادیو خورد داده چیه؟ بگو زهی خانم آمپول این خانم رو بزنه. چش زفر جون زهی جان، نه زهی خانم. خیلی خوب، من که نمیگم. زفر جون چیه؟ چیه جوان مردی؟ چه خبر شلوغ کردی؟ تو زهی خانمی؟ بله، بنده نامزد اونم. تو هر کاری که داری باید اول از من اجازه بگیری سوال بکنی، فهمیدی؟ از کی تو حالا اینجوری شده؟ تو عجب خنگی هستی ری، الان 30 ساله چطور نفهمیدی؟ من اگه به لاک پشت گفته بودم فهمیده بودم، اما تو نفهمیدی. بیا راه انداختی. امروز دیگه زری جان باید تکلیف من معلوم بکنی، من با همسری خودت انتخاب بکنی و دلم بدیم با را بیندازیم و کلک بکنیم. ما در این پیر میشیم، من دارم به تو میگویم پیر شدیم دیگه با در عروسی نمیخوریم. من به تو گفتم ها. نمیتونم جواب بدم، باید فکر کنم. ای بابا الان 30 ساله خانه خراب. من میترسم تو وقتی که مردی مردشور داره تو رو میشوره، تو هنوز هم داری فکر میکنی. آهای چی شد؟ آهای بخش اینه بخش خدا میدم نفهمیدم چیو تو قبل بذارن بشورن. بندر قربان، من تو قبل بذارم بشورم، من میخوام بمیرم از دست شما. برای من پدر سوخته، من از دست شما حق مولانم ندارم. عجب گرفتاری شدم بابا، دست سر من بردارین. ده چی شده؟ ول کن یه غره. چرا سر صدا میکنی؟ آخه آخه صدا بس کنی. آب چی سوسن تو رو خدا میگه تو ما رو معلوم بکنه. آخه این که نشود زندگی قربان، الان 30 سال همه ما بلا تکلیفیم دی قربان. زری جان باید تکلیف ما رو معلوم بکنه قربان، ما پیر شدیم مردیم به پی کارش. راست میگه خواهر، یکیشونو انتخاب کن، شر رو بکن. منو انتخاب کن. من بزرگترم. من کوچکترم. خیلی خوب، کاسه آقا رو انتخاب کن. جان خدای من، دو مخصوخته میخریم. چی شد؟ هیچی دیگه، کاسه آقا زری رو زد و برد. بکن برم، ما دیگه اینجا کار نمیکنم. بکن رو پوشو بذار بریم. من بدبختم، هر کدومشون رو انتخاب کنم دوتای دیگرشون قهر میکنم. یلا بپوشین بچه ها، یلا. من شروع میکردم، حالا حالا ها باید فکر کنم. حالا حالا ها حالا شد یه چیزی. من سخته تو رو میخره. منظور من به اون نیم واجبی میرسه. هیچ میکنم. اما اون مردکی دراز طولانی رو چی بکنم؟ اصلا نمیشه با اون حرف زد. من میترسم یه وقت بزنم مردکه رو ناکار بکنم. چه؟ وقتی هم که بزنم دیم نفذ چی گفته؟ هیچی بابا، هیچ. هیچی بابا، خودم میخوام بزنم از دست شما حد داغان کنم. اختیار خودم دارم که خدا بکشم. به تو اصلا چی مربوطه سر به سر من میذاری؟ خیلی خوب، بسته دیگه. والله خب. ببینم خانم، شما کاری داشتین؟ بله خانم، آمپول دارم. بفرمایید که اتاق الان میزنم. خیلی ممنون. دراز بکشید. تو منو نمیشناسی؟ نه. درست منو نگاه کن. به نظرم آشنا میای. من نسرینم، معشوقه جلال، یادت میاد؟ نصری؟ این چه قیافه‌ایه؟ چرا به این روز افتادی؟ از اون خدا نشناس بپرس، اون منو به این روز انداخت. همونطور که منو به این روز انداخت، همونطور که شوهرمو به کشتن داد. بیچاره بهزاد. چی داری میگی؟ بهزاد که نمرده، اون تو زندونه. چی؟ آره، خودم 25 سال پیش رفتم ملاقاتش. رفته بودم که تمام گناه ها رو به گردن تو بندازم. البته جلال یادم داده بود، ولی من به اون حقیقت رو گفتم. تو رو خدا راست میگه؟ بهزاد زنده است؟ دروغم چیه؟ اون گفت اگه تو رو پیدا کردم بهت بگم که اون تو زندونه. ببینم، تو میتونی منو ببری پیشش؟ معلومه، لباس تو عوض کن بریم. در رویو سلام. سلام. سلام علیک. علیک سلام.
خدا بد نده. چیزی نیست رفیقم زخمی شده میخوام پانسمانش کنم. ببینم مادرم کجاست؟ همین الان یه بیون گفت زود بای میگرده. ببینم دماغ تو چه یا خونیه؟ دوا موا کیده؟ همچین. اگه کتک خویدی بیم حسابشو برسم. نه بابا خدا اون حسابشون رسیدی. بینیم سر تو پانسمان کن. باشه. بیچایه. مرخص شده. حالا از کجا پیداش کنم؟ با سن نخور خدا بزرگه. حتما اونم داره در به در دنبال تو میگرد. در هر حال اگه منم بهش برخورد کردم آدرس تو رو بهش میدم. خیلی ممنون. تو هم هر کاری داشتی رو دربوسی نکن. من در اختیارتم. تو زن خوشقلبی هستی. خدا عوضت بده. ممنونم. خب من دیگه باید برم. راستی ببینم میخوای بریم آمپولتو بزنم؟ نه دیگه باشه برای یه روز دیگه. باش خداحافظ. خداحافظ. آها بخورم. اینم آمپول ضد کوزاز جناب علی. به کسی دیگر نمیزنم تو بیمی. ترسم نداره. ترسی ها ای موازی باش کسب کلت کندنش دوباره پنچر میشی. خیلی ممنون زحمتتون دارم. این حرفا چیه؟ من گی قابل نیستم اما این رشید و اون آیه فیسخلی قربان خواهرزاده عزیز من برم. ببینم چرا از خودم ماجه نمیذاری؟ یه تقصیر من گی دارم از تو نیم وجبی مایه میذارم. آخه زالو این شدت علاقه من به تو و اون آیه دراز طولانی تو بمیری. این دفعه خودت بمیری. این دایه من همه سر به سر هم میذارم. معلوم میشه آدم های زنده دلی هستن. بله دیگه. خب ما دیگه مرخص میشیم. خلاصه خیلی ممنون که بهم کمک کردی. این حرفا چیه پسر؟ وظیفم بود. خدا نگهدار. خوش اومدید. زی امانه. کجا بودی آبجی؟ چطور مگه؟ بهیوز با چند نفر کتک‌کاری کرد. چرا؟ به خاطر تو. چرا به خاطر من؟ واسه اینکه همه به من میگن هرومزاده. همه میپرسن پدرم کیه؟ همه میگن مادرت شوهر نداشته، فاسق داشته. بهیوز بذار حرفمو بزنم. نمیتونم سرمو جلوی مردم بلند کنم. باید جوابشونو بدم، باید بگم پدرم کیه. اصلا من پدر داشتم یا نه؟ ببینم این درسته که من ثمره یه شب خوشگذرونی هستم. خفه شو. پدرم کیه؟ حرف بزن. اون مرده. چند دفعه بگم اون مرده. جهنم که مرده. ولی باید یه مدرکی قباله چیزی وجود داشته باشه یا نه؟ چرا زبون بستی؟ چرا حرف نمیزنی؟ جواب بده. چرا به خاطر یه لحظه حوصلونی؟ به خاطر یه لحظه فراموشی منو پس انداختی؟ چرا فکر نکردی الان جوابمو چی میدی؟ آخه چرا؟ حالا من این خفت و خاری رو چجوری تحمل بکنم؟ چجوری؟ تو اشتباه میکنی بهروز. ما الان 25 ساله که مادر تو رو میشناسیم. اگر اون زن خوشگذرانی بود تا به امروز باید برای یک دفعه که شده خطای یزو سر میزد. او 25 سال زجر کشید، از صبح تا شام کار کرد تا تو رو به اینجا رسانی. اون اگر زن خوشگذرانی بود اینجوری زندگی نمی کرد. اون اونقدر خوشگل و جذاب بود که می توانست بهترین زندگی رو برای خودش درست بکند. به نظر من تو نباید اینجوری با او حرف می زدی. اون نمونه یک مادر فداکاره به خوده. ببینم وقتی با مادرم آشنا شدین، وقتی اونو به عنوان خواهر انتخاب کردین، پدرم هم دیدی، باهاش حرف زدی، حرف بزن. تو به من ظلم کردی مادر، دنیا به هم ظلم کرد، همه به هم ظلم کردن، همه. بیا بریم، تو اعصابت خرابه. آره بریم، من باید این درد و غم رو یه جوری تحمل کنم. من کمکت میکنم، بریم. کل باشی نه، من کمکت میکنم. تو نباید حرفای اونو به دل بگیری. اون جوونه، نمیدونه چی میگه. نه اون حق داره، اون پدرشو میخواد و من نمیتونم حقیقتو بهش بگم.
مخصوصا با اتفاق امروز. خدایا خودت کمکم کن. تو مسافری به ظلمت، تو شبای سرد تاریک، واسه تو نمونده راهی توی این جاده باری. تو نباید که بمونی تو قبا بی نشونی، تو کنی ز زر خریدی آخرش تنها میمونی. یه گیلاسم به من بده. بیا قربون دستت، قربون معرفتت، به سلامتی. نوش جونه. نفهمیدم باز که این طرف ها پیدات شد. مگه نگفته بودم این ورا دیگه آفتابی نشی؟ بزن بچه کنم. آخه من چه ضرری برای تو دارم؟ این آقا عرقشو میده، تو چرا زورشو میزنی؟ بیه برا بیرون ببینم. یالا برا ببینم. یالا ده بزن بچه کنم. مگه مرض داری؟ خدا رو خوش نمیاد این بند خدا رو اینجوری پرت میکنی. اتفاقا خیلی هم خوشش میاد، یا الکلی کمتر، اون دیگه قاچاقی زنده است. کی روزگار. بلند شو خواهر، بلند شو ببینم. ممنونم. بهزاد منو نمیشناسی؟ نصری چرا این ریختی شدی؟ آخر عاقبت رایکش همینه. فهمیدم تو رم به سرنوشته اونایی دیگه دوچار کردم. آره وقتی خوب استفاده هاشو کرد مثل یه توف زیر پاش لم کرد. از اون روز به بعد مثل کرم تو زندگی نکبت بارم میلونم. اگه دستم بهش برسه که تلافی همه رو سرش در میارم. ببینم تو میدونی کجا میشه پیداش کرد؟ آره همیشه تو باقی یه علاقیش افتاده به روز همسال من داره میخنده. خیلی ممنون، حالا میرم سراغش. سب کن ببینم تو کی مرخص شدی؟ چطور مگه؟ آخه دو سه روز پیش با سوسن اومدیم در زندون، گفتن تو مرخص شدی. چی داری میگی؟ مگه تو سوسن تازگی ها دیدی؟ آره همون دو روز پیش دیدمش، رفته بودم آن پول بزنم، اونا دیدم برای خودش خانومی شده، مادر شده. پسرتون الان 25 سالشه. پسرم؟ آره ولی حیف که رو تو نظر خوبی نداره. اون فکر میکنه تو فاسق سوسنی نه شوهر عقدیش. گویا جلالی موضوع رو بهش گفت. ببینم اونا رو کجا میتونم پیدا کنم؟ خیابون کمالی، تزریقات گلچی. خدای من چی دارم میشنوم؟ من دو روز پیش اونجا بودم، رفتم سرمو پانسمان کنم. ببینم اونجا یه آدم قد بلند کار نمی کنه؟ چرا؟ اسم پسرمون بهروز نیست؟ چرا؟ پس اون پسر منه؟ آره ولی انگار سوسن به اون گفته که تو مردی. برای چی؟ برای اینکه جلال این خبر رو به سوسن داده بود. حالا که زنده نمیدونی وقتی که نگاش میکردم چه احساسی به هم دست میدم. خیلی ازت ممنونم، همین الان میرم سراغشو. گوش کن، تا با سوسن حرف نزدی مواد خودتو به بهروز نشون بدی. اون جوونه، ممکنه دست به عملی بزنه که آخر عاقبت خوبی نداشته باشه. مطمئن باش همین کارم میکنم. فعلا خداحافظ. اگه خودتو کنترل کنی میخوام یه چیزی بهت بگم. چه چیزی؟ البته یه کمی تکون دهنده است، ولی باید قول بدی که دست به عملی نزنی که پشیمونی به دنبال داشته باشه. هرچند که یه آدم با غیرت، یه جوون غیرتمند نمیتونه سکوت کنه، نمیتونه این خبر رو به سادگی برگزار کنه. ولی خب چون تو داماد من هستی میخوام یه کمی خوددار باشی. ممکنه بگی چی شده؟ اون بابا از زندون آزاد شده، همونی که مادر تو اخفال کرد. الان کجاست؟ نمیدونم ولی حتما میاد سراغ مادرت. خب من بس برم.
آهای قرار نبود عجولانه تصمیم بگیری، باید یه کمی عاقلانه رفتار کنی. البته درسته که آدم نباید آب بی غیرتی غرغره کنه، اما تو قتل اگه قاتل فرار نکنه قانون یک کمی اذیتش میکنه. برای من مهم نیست، من باید این لکه ننگ از دامن خانوادم پاک کنم. باریکالله، من حتم داشتم که تو لیاقت اینو داری که شوهر شادی بشی. حالا بذار یه چیزی بهت بگم، اگه در راه این تصمیمی که گرفتی گرفتاری چیزی برات پیش اومد، رو من حساب کن. هر کاری که از دستم بر بیاد برات انجام میدم. شما خیلی به من محبت میکنی، امیدوارم بتونم یه روزی تلافی کنم. این حرفا چیه؟ من کاری نکردم، ولی اینو بگم که از داشتن یه همچین داماد با غیرتی به خودم میبالم. سعی میکنم نشون بدم که لیاقت این همه محبتو دارم. حالا اجازه میدی مرخص بشم؟ یه دقیقه صبر کن، من لباسمو بپوشم خودم میرسونمت. شما زحمت نکشین، خودم میرم. چه زحمتی؟ میخوام یه چند تا گلاسی هم تو هوای آزاد بزنیم. الان حاضر میشم. استران تو اینجا چیکار میکنی؟ اینم این موقع شب؟ ببینم اون آقا رفیقته؟ عموی نامزدمه. چطور مگه؟ اونو میشناسم، اون آدم خوبی نیست، ممکنه برات دردسر درست کنه. تو کی هستی؟ یه ناجی؟ یه غریبه؟ یا یه رفیق؟ کدوم یکی؟ من بعد تو رو نمیخوام، انگار زیادی زدی. ای بابا بذار درد خودم بمیرم. می زیادی که دردی رو دوا نمیکنه. بگو ببینم دردت چیه. یه پفیوزی منو پس انداخته و گذاشته رفته، مگه دستم بهش نرسه والا جلوی خورشید کبابش میکنم. اصلا چرا من این حرفا رو به تو میزنم؟ بریم یه گوشه میخوابیم. مزاحمت نمیشم. بهروز اومدی؟ بله اومدم. چش برا بودم، صدای ترمز ماشین اومد، حد زدم توی. بیا تو. بیبریم تو، تعارف نکن. ممنون، شب بخیر. اون کی بود؟ افیرم، اصلا به تو چه؟ چرا اینجا خوابیدی؟ من اینکه جایی رو نداشتم اینجا خواب. نفهمیدم، تو خونه و زندگی نداری؟ نه، من همون روز از زندان آزاد شده بودم. چند سال زندان بودی؟ شمارش از دستم در. برای چی زندان بودی؟ داستانش مفصله، اگه فرصت شد برات میگم. ببینم چرا دیشب نیومدی خونه ما بخوابی؟ خب نمیخواستم مزاحم بشم. بهروز من رفتم، شاید دوباره ببینم. خدا سلام. سلام، بشیم اتاق. ببخشید. آقا معذرت میخوام. سلام. سلام سلام.
یکمی دیر اومدی. مهیوز همین الان یه من با اون کاری ندارم. با مادرش کار دارم. الان صداش میکنم. آبجی سوسن، آبجی سوسن. بله. بیا یفیق مهیوز کایت دارم. بهزاد جلال به من گفت که تو مردی. پری روز فهمیدم که اون دروغ گفته. تلافی تمام این بدبختی ها رو سرش در میارم. کاری میکنم که پشیمون بشه چرا از مادر متولد شده. نه، بهتره به خدا واگزارش بکنیم. این بهزاده پدر بهروز. اون این سالها رو تو زندون بوده. به به، خوشم باشه. بالاخره فاصله پیدا شد. چرا اول سر ران قرار گرفتی؟ چرا دوستیم سوء استفاده کردی؟ تو که سال پیش کار خودت کردی؟ چرا الان خودت نشون دادی؟ آخه چرا؟ میکشمت به خدا خفت میکنم. بروز بروز تو دیگه برای خیلیم خودت ببین چی میگدم برای همه چی رو برات بگم. فیلیزه رو نگاه کن. تو اشتباه میکنی بروز. اون پدرته. به خدا راست میگم. اسم خدا رو نیا. تو تا دیروز میگفتی پدرم مرده، حالا چطور یه دفعه زنده شد؟ ببین چی میگم، دیگه همه چی برام روشن شد. از امروز هیچ نسبتی با هم نداریم. دیگه شرم دارم که تو مادر من باشی. برو با همون فاسقت خوش باش. بیا بریم عزیزم، خودتو ناراحت نکن. امروز همون روزیه که منتظرش بودم، همون روزیه که باید مادر جرا رو به عزاش بشونم. نه بهزاد، من دیگه نمیخوام تو رو از دست بدم. باید با بهروز حرف بزنی. باید اونو قانع کنیم که همه چی حقیقت داره. وقتی پرونده جرا رو بستم، همه چی خود به خود درست میشه. صبر کن، منم با تو میام. نه، تو باید مواظب پسرمون باشی. باید اونو با حقیقت روبرو کنی. خواهش میکنم بذار به کارم برسم. به خاطر پسرمون. میرم خونه جلال. باید بهروز رو وادار کنم که حرفمو باور کنه. اون باید قبول کنه که بهزاد پدرشه. چه کار کنم حالا؟ الان اسم منو صدا میکنه. ببین یه رشید نگفتم فیسقلی. یلا را بیفتیم، باید بریم به اینا کمک بکنیم. یا نه به پلیس خبر بدیم. یلا باید ببری اصفهان تحویل بدی. شادی طرفو میشناسه. تحویل میدی و پولشو میگیری و میای. من که حالا این کارو نکردم. میدونم. مخصوصا دارم میفرستمت مسافرت که هم پول کلونی گیرت بیاد، هم یه مدتی از تهران دور باشی. تو از فکر اون بابا بیای بیرون. زمین چند بستم پیش شادیه. هر وقت دیدی احتیاج داری فوری بزن. آره. چی شده بهروز؟ چرا اینقدر تو فکری ها؟ نمیدونم چرا دلم شور میزنه. مهم نیست. همه دفعه اولشون همینطورن. بعدن یواش یواش عادت میکنی. مخصوصا با پول زیادی که به دست میاری میتونی از زندگی لذت ببری. پول زیاد؟ اونم با آلوده کردن جوانای مردم؟ به نظر من کار خوبی نی؟ اگه طرز فکرت اینه میتونی از ما جدا بشی و بری دنبال کارت. ببینم هر کی بخواد داماد تو بشه باید از این کارام بکنه. معلومه، من که همینجوری دختر به کسی نمیدم. بیا را بیفت. نه نه؟
من از عهده این کار بر نمیام، یکی دیگر رو بفرست. ما قید همه چی رو میزنیم. خداحافظ. صبر کن. نمیتونی از اینجا خارج بشی، چون به اسرار ما پی بردی. ای خارج بشم چی؟ فکر نمی کنم جرأت این کارو داشته باشی، واسه اینکه یه گل حرومت میکنم. از این کارو بکن، چون من از این کارا نفرت دارم. بیروز تو اینجا چکار میکنی؟ اون پدره که بارو بینیم بابا. دارم پدرتو میزنم، تو همینطوری بایستدی نگاه میکنی؟ خودت گفتی که پدرم مرده. ببین بهروز، به این کلام الله اون پدرته، شوهر عقدی من. تو چرا بهم گفتی اون مرده؟ چون نمیدونستم تو زندونه. جلال به من دروغ گفته بود، حالا که پیدا شده میتونیم بریم محضری که عقد کردیم، همه چی برات روشن میشه. بهروز بازم میگم، به این کلام الله اون پدرته. کمکش کن بهروز، اون پدره که بهروز بسنم برش کنیم. پنج سال از بهترین سالهای زندگیم که تو زندون گذروندم. این به خاطر زنم که در به درش کردی و بهش نظر داشتی. این به خاطر بهروز که مهر حرومزادگی روش زدی و میخواستی به نابودی بکشیش. این به خاطر نسرین که معتادش کردی و الان داره مثل کرم تو لجب را میدونه. بیار جوانهای دیگه بهزاد ماما بزن اونجا چه خبره؟ الان معلوم نیست. ای بچه ها هیچ که از تو سکون نکره. جناب سرگردنه بده من. جناب سرگردن تو اون ماشین پر هروینه. بالاخره به دام افتادی، بازداشتشون کنی. همه رو محاصره کردم قربان. زخمی شدی؟ باید برسونمش مریض خونه. نه یه رخ سخ قدر مادر تو بده. اون زن فدا کاری بده.
خوشحالم، خوشحالم که این کلمه از دهنت در اومد. فقط همینو میخواستم پدر، همینو پدر. آیسه ببینم شلوغ نکن، اونجا چه خبره؟ اونجا بیره ببینیم چه خبره، چی شده؟ چرا وایسته دی؟ بیاین ببریمش مریض خونه. رفتنت رفتن باده، به دیار سر سپردن، به یه جای بینشونه رفتن و تنهایی مونن. تو یه ببر یه نجیبی.